امروز میخوام سه تا از اجرام فضایی رو با هم بررسی کنیم که اسمشون رو زیاد شنیدیم یعنی ستاره دنباله‌دار، دار، شهاب سنگ، سیارک میخوام ببینیم اینا دقیقا چی از کجا میان، جنسشون چیه، چه ویژگی دارن رامش هم تو این ویدیو همراه ماست تا برامون در مورد شهاب سنگ توضیح بده لینک کانالش رو زیر همین ویدیو میذارم اگه دوست دارید از کانالهای علمی نوپا حمایت کنید میتونید عضو کانالش بشید. اول در مورد ستاره های دنبالدار حرف میزنم بعدش رامش میاد در مورد شهاب ها توضیح میده آخرش هم میرم سراغ سیارک ها ستاره های دار به صورت ساده اجرام یخی هستند که با یه لایه از گرد و غبار و سنگ پوشیده شدن اصلا معروفن به گلوله های برفی کثیف یعنی ساختار ستاره های دنباله دار شبیه یه گلوله برفیه که تو خاک قلتیده و یه لایه از جنس خاک چسبیده بهش تو بعضیاشون یخ بیشتری وجود داره بعضی کمتر حالا چرا بهشون میگن ستاره دنباله دار چون زمانی که به خورشید نزدیک میشن گرمای خورشید باعث میشه یخ داخلشون بخار بشه بعدش این بخار با گرد و غباری که از سطحش پراکنده میشه یه دنباله بزرگی از جنس بخار آب و قبار تشکیل میده که هزاران کیلومتر طولشه از روز زمین شبیه یه ستاره ای دیده میشن که یه دنباله نورانی پشت سرش کشیده شده اما زمانی که از خورشید دورن دیگه خبری از این دنباله نیست منشأ اینا گفته میشه که اکثرا از دوجاست. جاست بعضیاشون از کمربند کویپر یا کایپر میان بعضیاشون از ابر اورت کمربند کویپر تقریبا از فاصله چهل واحد نجومی شروع میشه یکم بعد از آخرین سیاره یعنی نپتون سخراهای یخی و سنگی خیلی زیادی با اندازه‌های مختلف تو این کمربند وجود دارند که دور خورشید میچرخند. چند تا سیاره کوتوله هم تو این محدوده وجود داره از جمله پلوتو. بعضی از این سخراهای یخی تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل جاذبه سیاره نپتون به سمت داخل منظومه شمسی کشیده میشن همینطور که به خورشید نزدیک میشن یخشون تبخیر میشه و یه دنباله پشت سرشون به وجود میاد اما بعضی دیگرشون از ابر اورت میان که خیلی خیلی دورتره تقریبا هزار برابر از کمربند کویپر دورتره تو این قسمت هم صخره های یخی و سنگی خیلی زیادی وجود داره که عوامل مختلفی باعث میشه بعضی به سمت داخل منظومه شمسی کشیده بشن وقتی هم که خیلی به خورشید نزدیک میشن دنباله دار میشن دنباله از نظر مسیر حرکت دو نوع کلی دارن بعضیشون توی یه مدار بیزوی بزرگ دور خورشید میچرخن یعنی مثلا هر 50 سال یا 100 سال یا 200 سال یه بار یه دور دور خورشید میچرخن ولی بعضیشون فقط یه بار به خورشید نزدیک میشن یعنی مسیر حرکتشون به صورت یه سهمیه یه بار از بیرون از منظومه شمسی میان به سمت مرکز حرکت میکنن یه تابی دور خورشید میزنن و بعدش هم دور میشن و دیگه هیچ وقت هم به سمت خورشید بر نمیگردن اما همشون هم اونقدر خوشانس نیستن که از نزدیک شدن به خورشید جون سالم به در ببرن بعضیشون کلا تبخیر میشن یعنی کلا از بین میرن بعضیشون هم به سیارات دیگه برخورد میکنن مثلا دنباله شومیکر لوی سال 1994 با سیاره مشتری برخورد کرد که اثراتش رو تو این عکس میتونید ببینید تا حالا دارای زیادی شناسایی شدن. یکی از معروفتریناشون دنبالدار حالیه که تقریبا هر 75 سال یه بار یه دور دور خورشید میچرخه تو دورترین حالتش از نپتونم دورتر میشه اما تو نزدیکترین حالتش فاصلش تا خورشید میشه نصف فاصله زمین تا خورشید آخرین بار سال 1986 دیده شده دفعه بعدی هم که دوباره دیده میشه حدود سال 2062 یعنی تقریبا 40 سال دیگه این از ستاره های بریم توضیحات جالب رامش رو بشنویم از شهاب سلام من رامش هستم اینجا این تا با هم یه گپ کوچولو راجبه به سنگ ها داشته باشیم شهاب سنگ ها سنگ ها یا صخره هایی هستن توی فضا که شناورن و با عبورشون از جو زمین و برخورشون با مولکول های هوا می سوزن و اگر بعد از اون جرمی براشون باقی مونده باشه با زمین برخورد پیدا میکنن شهاب ها میتونن اندازه گر و باشن و یا میتونن اندازه داشته باشن که برای زمین و برای ساکنانش تهدیدآمیز باشن سنگ ها دستهای مختلفی دارن میتونن فلزی باشن میتونن سنگی باشن و یا میتونن هم فلزی باشن و هم سنگی بستگی به منشهی که اونها ازش میان دارن منشه شهاب سنگ ها کجاست برخی از اونها میتونن از ستاره های دنباله دار بیان و برخی از اونها میتونن از سیارک ها بیان که توی بخش بعدی با سیارک ها آشنا میشیم و برخی از اونها میتونن منشهی داشته باشن از قمرها یا سیاره ها که بیشتر این شهاب سنگ که سیاره یا قمری دارن و توی زمین پیدا میشن یا از ماه هستن و یا از میری. حالا سوال اینجاست که میگین که اگه زهره و عطارد هم سنگی هستن پس چرا ما شهاب سنگهایی از جنس اون دو تا سیاره توی زمین یافت نکردیم دلیلش میتونه این باشه که اون دو تا سیاره به خورشید نزدیکترن و توی تحت شعاع گرانش تری نسبت به خورشید قرار دارن پس سنگ‌هاشون به سراغ ما نمیان جالبه که بدونید روزانه 100 تن شهاب سنگ وارد جو زمین میشه اما مقداری از اون شهاب هایی که روزانه وارد جو زمین میشه مقدار خیلی کمی از اونها به زمین برخورد پیدا میکنن به طور که سالانه فقط 500 تن شهاب به زمین برخورد میکنه یعنی بیشترشون میسوزن پس حالا که شما اینو متوجه شدید شاید بگین که هر روز بارش شهابیه اما بارش شهابی موقع اتفاق میفته که زمین توی یک سری از توی های گرد و غبار ستاره های دار یا سیارک ها قرار گرفته شده باشه ما به اون میگیم بارش شهابی و در نهایت ما متوجه شدیم که شهاب سنگ ها یا میتونن خیلی تهدید آمیز باشن همونطوری که برای دایناسورها بسیار تهدید آمیز بودن و یا میتونن اصلا خطری نداشته باشن چیزی که هست و تخمین زده میشه اینه که هر دو هزار سال یه بار یک برخورد نسبتاً بزرگی با شهاب ها دیده شده که یکی از این آخرین برخوردها به سال 1908 برمیگرده برخورد یک شهاب به جنگل سیبری که باعث شد که درختان اون منطقه از بین برن خلاصه این ماجرا اینه که زیاد نگران شهاب ها نباشیم هرچند که الان نمیتونیم آمادگی کامل رو برای مقابله با شهاب ها نشون بدیم ولی گفته میشه که 90 درصد از شهاب های تهدید آمیز شناسایی شده و همشون توی آینده دوری قرار دارن و معمولا از کنار زمین گذر میکنن این با تعریف شهاب سنگ ممنون از شما خب دنباله و شهاب فهمیدیم چیه حالا بریم سراغ آخری یعنی سیارک سیارک‌ها همطور که اسمشون نشون میده، شبیه سیاره های خیلی کوچیک هن. برای همین بهشون ریز سیاره هم گفته میشه اینا صخره از جنس سنگ یا فلزن که دور خورشید میچرخند بیشترشون تو فاصله بین مریخ تا مشتری وجود دارن که به این قسمت میگن کمربند سیارکی اینجا یه تعداد خیلی زیادی اجرام سنگی و فلزی با اندازه‌های مختلف وجود داره که همشون دور خورشید میچرخند هایی که اونقدر بزرگن که گرانششون باعث میشه به شکل کره در دیگه بهشون گفته میشه سیاره کوتوله مثلا تو همین کمربند سیارکی یه سیاره کوتوله به نام سرس وجود داره که جرمش تقریبا به اندازه یک سوم کل سیارک این کمربنده قطرش هم 950 کیلومتره. تا یه مدت زیادی فکر میکردیم سرس یه سیاره بین مریخ و مشتریه اما خب الان با تعریفی که داریم دیگه جزو سیارات حساب نمیشه نظرات مختلفی هست برای اینکه این, این از کجا اومدن مثلا یکی از نظرات معروف اینه که تو فاصله مریخ مشتری سیاره‌ای وجود داشته که بر اثر جاذبه شدید مشتری دچار فروپاشی شده و بقایاش دیگه نتونستن دوباره به هم بچسبن و یه سیاره تشکیل بدن جالبه بدونید جرم کل سیارکهایی که تو کمربند سیارکی وجود دارن همشون روهم هم فقط چهار درصد جرم ماهه این جرم خیلی کم توی یه ناحیه خیلی بزرگ پخش شده برای همین فاصله های خالی بین این سیارک ها اونقدر زیاده که وقتی که یه فضاپیما میخواد از این ناحیه عبور کنه نیازی نیست نگران برخورد با اینا باشه پس اون چیزی که تو فیلم ها و عکس تخیلی میبینیم خیلی با واقعیت فاصله داره یعنی یه منطقه یه خیلی شلوغ پر از سنگ و صخره نشون میدن که رد شدن از بینشون کار خیلی سخت و خطرناکیه در صورتی که اصلا اینطور نیست البته این کمربند سیارکی تنها منطقه ای نیست که توش سیارک زیاده چند تا ناحیه دیگه هم هستن مثلا تو مدار خود مشتری دو تا از این نواحی وجود داره بعضی از این سیارک ها هم گرفتار جاذبه سیارات شدن و دورشون میچرخن مثلا دو تا قمر مریخ گفته میشه که در واقع سیارکایی بودن که تو جاذبه مریخ اسیر شدن و دارن دورش میچرخن البته بعضی میگن باقی مونده های یه قمر بزرگترن که قبلا نابود شده برای اندازه‌گیری ویژگی‌های سیارک‌ها و دنباله‌دارا روش‌های مختلفی وجود داره که بعضی‌اشون از رو زمین با سنجش نور و فاصله و این چیزا انجام میشه، روش دقیق‌ترش هم استفاده از کاوشگر است. مثلاً کاوشگر نیر ناسا اولین فضاپیمایی بود که تونست به یه سیارک خیلی نزدیک بشه و حتی روش فرود بیاد. این کاوشگر سال 1996 پرتاب شد یه سال بعد به سیارک ماتیلدا رسید تو فاصله 1200 کیلومتری همراهش حرکت کرد اطلاعات خوبی در مورد جرمش و مواد سازندش و میدان مغناطیسیش و این چیزا برامون فرستاد بعدش حرکت کرد به سمت سیارک اروس سال 2000 به این سیارک رسید و حدود یک سال نزدیکش حرکت کرد و ویژگی های مختلفش رو اندازه گیری کرد سیاره ایروس اروس توی یه مداری تقریبا به اندازه یه مدار مریخ دور خورشید میچرخه. 33 کیلومتر طولشه، 13 کیلومتر هم عرضشه. شبیه یه سیب زمینی قولپیکر که با سرعت 25 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه. این کاوشگر فقط طراحی شده بود برای اینکه دور سیارک بچرخه و از فاصله چند کیلومتری ازش عکس بگیر و اطلاعات به دست بیاره اما خب وقتی که ماموریتش تموم شد دانشمندان ناسا تونستن با استفاده از موتورهای رانشی فرودش بیارن رو سطح سیارک بعد از فرود حدود دو هفته اطلاعات خیلی خوبی به زمین ارسال کرد و بعدش هم از کار افتاد پس به طور خلاصه اجرامی که شبیه سیارات دور خورشید میچرخند اما اندازه‌شون انقدر کوچیکه که نمیتونن به شکل کره در بیان معروفن به سیارک اینا اکثرا تو کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری جنسشونم جنسشون هم معمولا از سنگ و فلزه یه سری دیگه از اجرام هم هستن که معمولا از قسمت‌های بیرونی منظومه شمسی میان یعنی کمربند کویپر یا ابر اورت جنس اینا معمولا از یخ و گرد و غباره برای همین وقتی که به خورشید نزدیک میشن یخشون بخار میشه در نتیجه یه دنباله بزرگی از بخار و آب و گرد و غبار پشت سرشون تشکیل میشه برای همین معروفن به دنباله یا ستاره های دنبالدار. غیر از این دوتا یه گروه دیگه هم هستن به نام شهابواره که اینا هم مثل سیارک‌ها از جنس سنگ و فلزن اما خب برخلاف اونا ممکنه مدار مشخصی نداشته باشن یعنی دور خورشید نچرخن شهابوارهایی که وارد جو زمین میشن بهشون میگن شهاب اونایی هم که قبل از اینکه کاملا بسوزن و از بین برن به سطح زمین برخورد میکنن بهشون میگن شهاب سنگ اما خب ما معمولا به اونایی که تو فضا هستن هم میگیم شهاب سنگ که حالا زیاد ایرادی نداره پس نکته که وجود داره اینه که یه سیارک که از مدار خودش خارج بشه و به زمین برخورد کنه یا یه ستاره دنباله دار که به زمین برخورد کنه به اونم میشه گفت شهاب سنگ اگر از ویدیو امروز راضی بودی لطفا لایک و کامنت فراموش نشه تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس